سلام عرض میکنم خدمت دوستان و حاضران و تبریک میگویم لیالی قدر رو به همه هموطنان و مسلمانان و بالاخص روزداران و حاضران در این محضر و سپاسگزاری میکنم از قبول زحمت و قدم رنجه ای که کرده ام و به این مجلس معرفت پا نهاده ام. در نوبت پیشین دیشب مقدماتی رو در باب گفتمان‌های اسلامی معاصر عرضه کردم و در پایان به این قصه به خصوص اشاره کردم که عموم رفرمیست ها و مسلحان و مبلیان مسلمان در دوره معاصر در حقیقت در دو چارچوب فکری کار می کرده اند، یا نظریاتشون و نظریه پردازیشون مسبوق به دو پیشفرض مهم نظری و عملی بوده است. اولین عبارت بود از اینکه همه مصلحان مدرن به دوران پسا روشنگری تعلق دارند، یعنی خود رو در وضعیت تاریخی ویژه‌ای می‌بینند که از دوران روشنگری آغاز شده است و آثار آن به عالم اسلام هم رسیده است و اندیشه اسلامی و عمل مسلمانان و نحوه زندگیشان را تحت تأثیر خود قرار داده است، تأثیر ناگزیر و فرار نکردنی و غیر قابل نادیده گرفتن. نکته دوم یا پیشفرض دوم یا چارچوب دومی که همه مصلحان مسلمان در دل آن اندیشیدند و دست به تئوری پردازی و عمل بردند عبارت است از انحطاط آگاهی. عموم رفرمیست ها به این نکته مطمئن و معترف بودند و آن را به منزله یک پیشفرض مسلمی در نظر می گرفتند که مسلمانان در دوره انحطاط خود، انحطاط تاریخی خود به سر می برند و رونق تمدنی گذشته سپری شده است و نه تنها به لحاظ عملی، نظامی و سیاسی مسلمین قدرت خود را در دوران جدید از دست داده اند، بلکه گویا از جهات نظری هم عقب افتاده اند و جهان معاصر اونها و اندیشه هایی که به خصوص از مغرب زمین می آید از مسلمانان پیشی گرفته است و جهان معرفت چنان سرشار از انبوه اندیشه های جدید شده است که مسلمانان رو به دنبال خود می کشند. اونها که روزگاری صادر کننده افکار نو بودند و معلمان بشریت محسوب می شدند، اینک خود باید پای درس دیگران می نشستند و از اونها می آموختند. اشاره کردم که جوانهای این انحطاط رو شاید به 6 قرن قبل بتوان بازگرداند، اشاره هایی که در شعر حافظ به آن می رود، در مکتوبات ابن خلدون به آن می رود و رفته رفته این اشارات و این جوانها صریح‌تر و آشکارتر می شود تا در دوران قاجار و در میان هموطنان ما شکل بسیار بی‌پرده‌ای می گیرد، محسوس می شود، ملموس می شود و افراد مختلف رو به فکر می اندازد و اونها رو به دنبال علاج می فرستد. اینها به طور کلی دو چارچوب است که متفکران معاصر ما
که در دل گفتمان معاصر اسلامی عمل کرده اند، به آنها اندیشیده اند، به آنها ملتزم بوده اند و کوشیده اند که با این دو پیشفرض کار خود رو به پیش ببرند و دستاورد تازه‌ای ارائه بدهند. امشب میخواهم در باب دوران پسا روشنگری قدری روشنگری کنم و توضیح بدهم که ما از این دوران چه میفهمیم یا دست کم بر کدام عناصر و ارکان آن باید انگشت تأکید بنهیم تا با حقیقت این دوران و با اون چه که با خود برای بشریت و ارمغان آورده است عمقاً آشناتر بشوید. ما معمولاً به طور سربسته و دربسته اشاره می کنیم به غرب، اشاره می کنیم به مدرنیته، یا در طرف مقابل اشاره می کنیم به سنت در میان خودمان. اما چنان که دیشب هم اشاره کردم، این اشارات نه تنها سودمند نیست بلکه گاهی زیان آور است. وقتی که یک واژه یا یک مفهوم سربسته به کار می رود، هر کسی برداشتی از آن برای خود می کند و رفته رفته باب تفاهم بسته می شود. یعنی یک نفر می گوید غرب و چیزی می فهمد، دیگری همون واژه رو می گوید و چیز دیگری می فهمد و رفته رفته ما در یک چندگانگی گفتمانی و واژگانی گرفتار می شویم و صدامون به یکدیگر نمی رسد و مراد یکدیگر رو کما هو و حقه درک نمی کنیم. این وضعیست که ما اکنون به آن مبتلا هم هستیم. به واقع در ایران خودمون وقتی از سنت سخن می رود، وقتی از مدرنیته و غرب سخن می رود، هیچ کس پروای اون رو ندارد که اینها رو باز کند و به ما نشان بدهد که در دل این صندوق چیست. یک صندوق سربسته رو تحویل ما میدهند و آنگاه در باب اون داوری میکنند که این خوب است کلن یا بد است کلن، چنین باید کرد، چنان باید کرد. این داوری ها هم داوری های مقرونه به صحت نیست و حقیقتا اخلال در شعور فرهنگی ما و در تحلیل و داوری ما می کند که باید مراقب باشیم این جنس های سربسته رو نباید خرید. فقها ها رو خدا رحمتشون کنند دست کم یک رأی مهم در باب معاملات دارن و اون این است که می گویند در هنگام معامله خریدار و فروشنده باید بنارند چه می خرند و چه می فروشند. اگر یک جنس سربستهی که معلوم نباشد در دل اون چیز تحویل مشتری بدن، معامله فاسد و باطل است. حالا این در بازار و در تجارت است. در عالم علم و معرفت این حکم به نحو اشد و اغلظ جاری است و باید مراقب جنس ها و کالاهای معرفتی که می خریم و می فروشیم باشیم، بدانیم چه تحویل ما می دن و در مقابل چه چیز از ما می سپانند. بحث طولانی بوده است و من فقط یادآوری می کنم، اما پا به درون آن نمی گذارم که آیا غرب مثل ذاتی و ماهیتی و جوهری دارد یا نه، مدرنیته همچنین آیا ذاتی دارد، سنت و امثال اینها. به گمان من گرچه برای من پاسخ اینها روشن است که نه، اینها ذاتی و جوهری و ماهیتی ندارند، اما قصد ورود در این بحث رو ندارم برای اینکه یک بحث صرفا منطقی و فلسفی است و فواید آن در همان فضاهای فلسفی معلوم می شود، ثمراتش رو اونجا باید. اما برای خود ما و برای بحثی که ما اینجا پیش می بریم، بدون اینکه وارد اون وادی و اون جاده پرپیچ و خم بشیم، می توانیم مستقیم تر و راحت تر و کوتاه تر راه بپیماییم. حقیقت این است که ما باید برای خودمون معین کنیم وقتی که سخن از روشنگری میگیم و دستاوردهای اون به چه چیزهای اشاره میکنیم. چون روشنگری یک حادثه تاریخی بود که در تاریخ مغرب زمین رخ داد،
تحقق با مراجعه به تاریخ، نه با مراجعه به فلسفه، نه با مراجعه به پاره از معارف نظری. شاید بتوانیم به دست بیاوریم که در اون حادثه چه رخ داد و چه نهال‌های تازه‌ای رویدند و جهان به چه موجودات تازه‌ای مزین شد. این بهتر است و ما رو با حقیقت مدرنیته و دوران روشنگری آشناتر می‌کند. خب من چند تا از اون دستاوردها رو که همه هم لزوماً مقارن با هم رخ ندادن در اینجا به بحث می‌گذارم تا اینکه فضای دوران پس از روشنگری و اون جهانی که روشنفکران مسلمان در دل آن به تئوری پردازی آغاز کردن روشن‌تر بشود، خطوط چهره او معلوم‌تر بشود و به همین سبب حرف این روشنفکران، جهدشون و جهادشون هم فهمیدنی‌تر بشود و راه به دل آن برای ما بازتر بشود. ملاحظه کنید ممکن است ما معتقد باشیم که دستاوردهای مختلف مدرنیته با هم مرتبط بودند، ارتباط عملی یا منطقی داشتند، اما از اون هم میتوانیم فعلا چشم پوشی بکنیم، مؤلفه‌های مختلف رو یکی پس از دیگری مورد بحث قرار بدیم. این مؤلفه‌ها بعضی هاشون نظری هستند، برمیگردن به دریافت ما از واقعیت، از انسان، از خدا، از تاریخ و امثال اونها. بعضی هاشون هم عملی هم، یعنی اتفاقاتی هم که در عالم عمل و در جهان واقع، در عالم سیاست، در طبیعت، در صنعت رخ داده اند و شکل بیرونی جهان رو هم ساخته اند و برای ما چارچوب بندی کرده اند. از همه اینها مثال میزنم. مثال اول من عبارت است از ورود جهان و جغرافیای جهان به دوران دولت ملت. ما الان در دورانی زندگی میکنیم و این البته به تقریب 200 سال از عمرش میگذره که اون رو دوران نیشن استیت و دوران دولت ملت میگن. این دوران بسیار جدید است و اگر شما به عقب بروید، به 500 سال پیش، به دوران پیامبر اسلام بروید، به دوران غزنویان بروید، سلجوقیان بروید و امثال اینها، مثالها رو از کشور خودمون میزنم، چنین چیزی رو مطلقا نمیگیم. دوران دولت ملت عبارت هست از وقتی که همراه با اون مفهوم شهروندی هم متولد میشه و با مفهوم شهروندی البته یک رشته مفاهیم دیگه مثل حقوق شهروند و حقوق سیاسی و امثال اونها هم پا به دنیا می گذارند. شما به دورانهای پیشین مراجعه کنید، نه مرزهای وجود داشت برای کشورها و نه پاسپورت وجود داشت و نه حق کار کردن، حق زندگی کردن یا حق کار نکردن و زندگی نکردن، هیچ کدام اینا مطرح نبود. در خود دل تمدن اسلامی شما نگاه کنید، یک کسی از یه گوشه از ایران مثلا راه می افتاد، مثلا زمخشری می رفت و در خانه خدا، در کنار خانه خدا سالها اقامت می گذید، برای خودش مکتب و مدرسه باز می کرد، شاگردانی پرورش می داد، نامش رو دارالله زمخشری، دارالله همسایه خدا. هیچ کسی منعی نمی کرد، شما به منزله یک ایرانی می تونستید برید مصر، اونجا برای خودتون خونه بخرید، ازدواج کنید، کاری فراهم کنید تا آخر اون بمانید، یک مصری هم می تونست بیاد ایران. همین چیزی به نام اونچه که ما امروز مرز می شناسیم، گذرنامه می شناسیم، اجازه ورود می شناسیم، مهاجران قانونی و غیر قانونی می شناسیم، دیپورت کردن و اخراج کردن، مطلقا این مفاهیم وجود ندارد. دنیای خیلی جالبی بود. امروز اتفاقا به عکس این که هواپیما هست و قطار هست و اینا و به نظر میاد که سفر بسیار سریع شده، ولی برخلاف گذشته خیلی مشکل شده و
برای اینکه شما اجازه ورود به یک خاکی خطه رو پیدا بکنید چقدر باید به این در و اون در بزنید که گاهی هم نمیدن و تازن وقتی بروید از حقوق کامل شهروندان برخوردار نیستید. بنده ایرانی اینجا در کانادا مگر اینکه کانادایی بشن از حقوق کامل برخوردار نیستن، حق کار کردن مثلا ندارن، بیمه ندارن، چه و چه و چه. در گذشته اصلا این حرفا نبود، هیچ، تمام دنیا مال تمام مردم جهان بود و هر کسی میتوانست هر نقطه سفر رو آغاز کنه به نقطه دیگری بره و در اونجا رحل اقامت بیفتن. و به همین سبب هم شما میبینید که کمتر میشود که کسی به نام کشوری خوانده بشه. دانشمندان ما همه به نام شهر خودشون خوانده میشن، فلان فقیه اصفهانی، فلان شاعر شیرازی، فلان عالم بهبهانی، همدانی، کجا کجا، سیوطی مثلا، سیوط خب شهریست در مصر و امثال اینا. این که یک کسی رو ایرانی بنامند، چنین مجموعه با یک تعریف مشخصی وجود نداشته است و دلیلش هم این بود که اساساً یک سازمان ملل، یک سازمان جهانی وجود نداشت که این مرزها رو معین بکنه و همه جهانیان رو ملزم به رعایت اونها و به احترام اونها بکنه و بعد هم حقوق بین‌المللی در میان بیاید و متجاوز رو محکوم کند. حالا بگذاریم از این که بعضی متجاوزین مثل اسرائیل گردنش کلفته این حقوق رو هم هیچ رعایت نمی کنن، ولی اصل اینکه حکومتی باشد، خاکی باشد، خطه‌ای، مرزی و مردمی و شهروندانی، این تثبیت شده است و به همین سبب هم مفهوم تجاوز، تجاوز به خاک دیگری یک مفهوم تثبیت شده است و جهان اون رو محکوم و تقلیح میکنه. در گذشته اینطور نبود، به تبع فتوحات سلطان مرزهای یک کشور قبض و بسط پیدا میکرد، بزرگتر میشد، کوچکتر میشد، پادشاهی میرفت یک شهری رو از جای دیگری میستاند و به خاک خودش ملحق میکرد. به همین سبب هم به مردم رعیت میگفتند، نه شهروند، رعیت یک پادشاه. مملکت رو مملکت می گفتن، یعنی خطه ای که یک ملک، یک پادشاه در اونجا حکومت می کنن. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر جعفر شهیدی رو که از دوستان بسیار عزیز بنده بود و بر من حق پدری داشت. مرد فوق العاده فرهیخته ای بود، به زبان عربی هم البته بسیار مسلط و به کشورهای عربی او رو برای سخنرانی بسیار دعوت میکردن. خود او یک بار برای من نقل کرد که بعد از انقلاب به عراق رفته بود، یکی دو سال بعد از انقلاب، و در مجلسی برای اساتید سخنرانی پرداخته بود. میگفت من در اونجا از دهانم در رفت گفتم که مملکت ایران، و بعد از سخنرانی من یکی دو تا از استادها به اعتراض برخواستن و گفتن استاد جایی که رئیس جمهوری داره دیگه مملکت خوانده نمیشه. گفتم بله حق می‌دهم. مملکت متعلق به دورانی است که ملکی هست، پادشاهی هست، رعایایی هستن. اونا همه توی اون کانتکست معنا داره، معقولیت داره، اما دورانش گذشته است. و امروز به هیچ رئیس جمهوری قوانین بین‌المللی اجازه نمی‌دهد که خاک خودش رو گسترش بده، لشکرکشی بکند و برود کشور دیگه رو بگیره و سر کشور خودش بندازه. ولی در گذشته اینها نبود اصلا، یعنی هیچ وقت هیچ شاعری متفکری رو شما نمیبینید که به پادشاهی گفته باشد که شما به دنبال فتوحات نرو، برای اینکه کشورها همه با فتوحات فتح میشدن و از آن پادشاهان شد. تنها نصیحتی که میکردن این بود که به عدالت رفتار کنید، هر جا رفتید با رعایای خودتون به عدالت رفتار کنید. من همیشه دیدم این کسانی که از حمله اعراب به این ور و به اون ور گله میکنن، حالا درست ما ایرانی هستیم، اعراب هم به ما حمله کردن، ولی واقعش نه اون خاکی که اینا اومدن گرفتن مال ما بود، نه مال دیگران بود، هر کی میمد میگرفت مال اون میشد. قرنها همینطور زندگی میشد، قرنها
قصه این چنین بود. خود اروپا مگه اینطور نبود؟ فکر نکنید میشه برای اروپا با این مرزبندی هایی که الان هست همیشه وجود داشته. تو قرن 19 هم اینا وجود نداشت. من آلمان بودم دنبال مزار کانت میگشتم که برم و سر قبرش دوست دارم حضرت، گفتن نیست الان در روسیه است. اون قسمتی از خاک آلمان که کانت رو در اونجا دفن کرده بودن الان توی روسیه افتاده، دیگه مال آلمانی ها نیست و از این قبیل خورا. ما الان در صدومی سال جنگ جهانی اول هستیم. خب جنگ جهانی اول برای چی بود؟ برای این بود که پادشاه اتریش مجارستان و بوسنی و اینا رو همه رو جزء ملک خودش کرده بود و اونا برها شورش کردند و در اثر این شورش آتشی برپا شد که تمام قاره اروپا رو گرفت و بعد تمام این مرزها تغییر کرد. مجارستان برای خودش مستقل شد، بوسنی برای خودش، یعنی رفت جزء یوگسلاوی که بعدم دوباره این مرزها تغییر کرد. خود امپراتوری عثمانی که یک اعتبار برای ما اهمیت بیشتری دارد همینطور است دیگه. مفهوم خلافت متعلق به دوران ما قبل مرزهای جغرافیایی شناخته شده است. یک خلیفه مسلمی وجود داشت و فرامرزی بود برای همه مسلمان ها و برای کل دارالاسلام. البته این به تدریج سوری شده بود، یعنی از وقتی که به دست هولاکو خان خلافت عباسی برافتاد و به دنبال اون یک خلافت فاطمی نیمه جانی در مصر پدید آمد، خلافت به معنای واقعیش منقرض شده بود، اما یک کالبد نیمه جانش رو نگه داشته بودن. خب از 600 سال پیش که عثمان نامی خلافت عثمانی رو بنا نهاد، به هر حال اسمن خلافتی بود تا سال 1924 که رخت بربست و منقرض شد. خب این شامل بسیاری از جغرافیای اسلامی بود، یعنی خلافت عثمانی فقط ترکیه رو نداشت، مصر رو هم داشت، اردن رو داشت، فلسطین رو داشت، سوریه رو داشت، عراق رو داشت، همه اینها که به خلافت عثمانی بود. و یکی از اتفاقاتی که میتوان گفت اتفاق نامیمونی بود افتاد این بود که پس از جنگ جهانی اول این جهانخواران و جهانداران نشستند و قسمت کردند، یعنی اینها رو به تکه های خیلی کوچکی منقسم کردن. این تکه شد سوریه، تکه شد اردن، تکه شد فلسطین، این اون. و بعدم ناسیونالیزمی بود که سر برآورد و این ناسیونالیزم در واقع این وحدت امپراتوری عثمانی رو از درون منفجر کرد و هر قومی به ناسیون، به ملت خود رو آورد و این چنین بود که این تفرق رخ داد. کشورهای مصنوعی ساختن، خود عراقی که الان ما میدانیم، خب یه وقتی البته مال ایران بود، از زمان نادرشاه تعرفه از دست دادیم، در دوران ساسانیان هم مال ایران بود. بعد عجایب این که وقتی که جنگ جهانی اول رخ داد و بعد این جهانداران به فکر تقسیم افتادن، یه عده ای از ایران رفتن به اروپا برای اینکه در اون مجمع تقسیم اراضی شرکت کنند، که ظاهرا محمد علی فروغی هم یکی از اونها بود و در یادداشت‌های خودش میگه که ما اینجا اومدیم، البته علافیم، کسی به ما محل نمیذاره، چون تو جنگ جهانی اول به هر حال ایران اعلام بی‌طرفی کرده بود، ولی تمعکاری تاریخی که در بعضی ها هست، رفته بودن اونجا که از اونها طلب کنن که عراق رو حالا به ما پس بدیم، یعنی رفتی مال ایران بوده. اونم البته گوش نکرده بودن به فرمایشات و طلبکاری های اینا. علی‌ای حال خود این انقراض امپراتوری عثمانی، فرو پاشیدن او، تکه تکه شدن او، بعد نیشن استیت از دل اونها در آمدن، دولت ملت در آمدن، این هم یکی از پیامدهای گسترش این اندیشه و این طرح در کل جهان بود که جهان اسلام با هم در کام کشید. دیگه بعد از اینکه این تقسیمات شروع انجام شد و تثبیت شد، دیگه ایران هم حق نداشت که اون شهرهایی رو که از ما گرفتید مثلا به ما برگردانید، هرات رو به ما برگردانید، قفقاز رو، دیگه تمام شد دیگه.
و هر قومی و هر کشوری سر جای خودش نشست، بعد مرزها تعیین شد، بعد پاسپورت و گذرنامه پدید آمد و منافع ملی تعریف شد. این نشنال اینترست یکی از مهمترین مفاهیم جهان جدیده، یعنی دیگه کل جهان اسلام یک نشنال اینترست واحد نداره، بلکه یک نیشن واحد نیست اصلا. ایران یک ملت است در اونها، مصر ملت دیگر، اندونزی یکی دیگر است و دیگه و دیگه، هر کدوم نشنال اینترست خودشون دارن، اسلامیک اینترستی دیگه وجود نداره. این تیکه تیکه شدن که مال دوران نیشن استیته و تکیه بر مفهوم نیشن داده، یکی از مهمترین اتفاقات است که در جهان مدرن و پس از دوران روشنگری افتاده است. بعدن شاید اشاره برای شما بکنم که یکی از عقب ماندگی های فقه اسلامی در دوران ما این است که این واقعه رو هنوز به رسمیت نشناخته است. اصلا این واقعه، این حادثه فوق العاده مهم به خورد فقه نرفته است. فقیهان ما علل عموم هنوز در دوران امت، در دوران دارالاسلام، در دوران یک خلافت فرامرزی فکر میکنن، هنوز چنین میاندیشن که گویی یک امت واحده اسلامی هست و عضوهایی دارد این امت، مسلمان ها عضو او هستن، نامسلمان ها عضو او نیستن. در حالی که حق این است که وقتی که نیشن استیت به وجود آمد، دیگه هویت دینی رفت زیر هویت ملی. قبلا در دوران ما قبل نیشن استیت هویت ملی دینی حرف اول رو میزد. یک دارالاسلام داشتیم که همه اعضاش و شهرونداش مسلمان بودن، یک کریستیاندام داشتیم که جهان مسیحیت بود، همه اعضای او مسیحیان بودن. مسلمان در جهان مسیحی غریبه بود، مسیحی در جهان اسلام غریبه بود و اینها شهروند درجه دوم بود اگر به زبان امروز بخوایم سخن بگیم. ولی در نیشن استیت یک هویت واحد تعریف شد که هویت ملی باشد، سایر هویت ها زیر او و زیر مجموعه او قرار گرفتن و اهمیت پیشینشون از دست داشتن. اونهایی که قبلا بیگانه بودن زیر این حکومت یگانه شدن، خویشاوند شدن. اگر مسیحی و مسلمان قبلا به دلیل دو هویت دینی دو هویت داشتن، اکنون به دلیل یک هویت واحد ملی صاحب هویت واحد می شدن و از حقوق یکسان برخوردار می شدن. این است که میگم فقیهان ما این نکته را هنوز جذب نکردن، هنوز مفهوم نیشن استیت که از فر بهترین حوادث دوران پسا روشنگریست به خورد فقه ما نرسته است. به همین سبب است که شما میبینید مثلا آقای مکارم شیرازی در ایران فتوای جهاد و عراقی ها میده. این در دوران ما قبل دولت ملت معنا داشت. یک فقیه، یک مرجع که فیلمثل مرجع جمیع مسلمانان بود، میتوانست به مسلمانان فتوا بدهد، حکم بدهد و از اونها انتظار فرمان برداری داشته باشه. اما در دوران نیشن استیت اصلا اینطور نیست. یعنی ما الان رهبری که در ایران داریم، رهبر ایرانیان انتخاب کردن، نه جمیع مسلمین. به همین دلیلم اگر او رو ولی امر مسلمین بنامند، یک تناقض است، یک سخن کاملا بی‌معنی است. این برای مسلمین نیست، نه مسلمین در انتخاب او دخالت داشتن و نه اصلا یک امت واحده اسلامی وجود دارد که این بتواند ولی اونها باشد. بودند کسانی که، و این نکته کاملا مهمه که بدانید، مثل مرحوم اقبال لاهوری، مثل رشید رضا در مصر، در میان ما مسلمان ها کمتر این رأی دیده شد که اینا خواهان بازگشت به دوران امت واحده بودند، خواهان بازگشت به دوران امت واحده بودند. اینها یک حقیقتی رو تشخیص داده بودن که این قطعه شدن، این فرگمنتیشن که در عالم اسلامی افتاده است، این موجب تخالف میان خود مسلمین و ضعف بیشتر اونها شده است، موجب شده بسیاری از احکام فقهی اسلامی
بی‌معنی و بلا موضوع بشن و موجب شده است که به لحاظ سیاسی نامسلمانان و شاید دشمنان بهتر بتوانند اراده خودشون رو، اراده سیاسی خودشون رو بر مسلمان ها تحمیل کنند. لذا وحدت مسلمین، یا بگوییم قدرت مسلمین رو در وحدت مسلمین میگیدند و وحدت مسلمین رو هم در باز تولید امت اسلامی میدیدند. اینکه اقبال میگفت امت واحد از شرق به پا خواهد خواست، این امت واحده چیزیست که حسرت و آرزو و آرمان پاره از روشنفکران دینی ما، پاره از رفورمیست ها و احیاگران بود. بدون اون در حقیقت تصور میکردن که دیگه سخن از جهان اسلام گفتن، از وحدت گفتن، از قدرت گفتن، از خلافت گفتن بی‌معناست. خلافت وقتی که پاشید در 1924 خلافت عثمانی پیامدهای بسیار داشت برای مسلمان ها. ما ایرانیان چون عضوی از مجموعه امپراتوری عثمانی نبودیم، تأثیرات این فروپاشی رو اونچنان که عرب ها حس کردند حس نکردیم. ما به دلیل اینکه جزو اروپا نبودیم، این تجزیه شدن تأثیر زیادی در ما نگذاشت. ولی اگر شما خصوصا به مصر اون دوران، به اردن، به عراق مراجعه کنید و ببینید که علاوه بر سیاست مداران، متفکرین مسلمان چگونه میکوشیدن که این حادثه فروپاشی خلافت رو تحلیل کنند، متوجه میشوید که چه بمبی در اونجا منفجر شده بود و چگونه همه رو به لرزه در آورده بود. متفکرانی که خواهان بازگشت خلافت بودند، متفکرانی که برعکس اون معتقد بودند که این حادثه مبارکی بود که در عالم اسلام اتفاق افتاد و اون خلافت کمجان مردنی محتضر باید در خاک تاریخ مدفون میشد. در همون سال 1924 کتابی در مصر منتشر شد از یک متفکر مصری که از اساتید دانشگاه القاهره بود به نام علی عبدالرازق. علی عبدالرازق کتابی نوشت به نام الاسلام و اصول الحکم، اسلام و مبانی حکومت. کتاب کوچکی هم هست و از عجایب است که این کتاب تا همین چند سال اخیر به فارسی ترجمه نشده بود و حالا هم که ترجمه شده از روی یک ترجمه فرانسوی ترجمه شده و اونقدر در این ترجمه اشکالات هست که نگو و نپرس. باری این کتاب تأثیر مهمی گذاشت در مصر و به طوری که کتاب ممنوع شد. تا همین چند سال پیش چاپ این کتاب ممنوع بود. و نکته مهمی که این شخص نسبتا نکته ساده ای هم که در این کتاب مطرح کرده بود همین بود که چیزی به نام خلافت اسلامی از ابتدا هم وجود نداشته است و حالا هم که فرو ریخته است، یک مرده ایست که اون رو دوباره دفن کرده اند، چیزی که از ابتدا هم جانی نداشته است. خب بدیهی بود که کسانی این رو نمی پسندیدند و معتقد بودند که دوباره باید عالم اسلام گرده هم بیاد. کنفرانس ها گذاشتند ولی دیگه طبع تاریخ عوض شده بود، دیگه سرنوشت مسلمان ها دگرگون شده بود و بازگرداندن خلافت وقتی که امتی نبود ناممکن شده. در اروپا هم این اتفاقات افتاد، یعنی اونها هم به هر حال کشورها جغرافیاهای تازه پیدا کردند، پاره هایی به هم ملحق شدند، پاره هایی از هم جدا شدند که شکل قانونی رو پیدا کرد. البته شما اگر ملاحظه کنید الان اروپا در یک جهت مخالفی داره سیر میکنه و شنا میکنه. دوباره این کشورها میخوان که بیان اتحادیه اروپا تشکیل بشه، مرزها رو از میان خودشون بردارن، پاسپورت رو تقریبا بی‌معنا بکنن و یک جور اروپای متحد تشکیل بدهن در مقابل اروپا آمریکا که الان خارج از بحث ماست. باری امروز هر مسلمانی که برمیخیزد و به معضلات عالم اسلام فکر میکند
به عالم اسلامی نظر می کند و فکر می کند که دیگه یک امت نیست. امت کاملا از میان رفته است. دارالاسلامی وجود ندارد. این رو هم نباید به توطئه دشمنان نسبت داد. توطئه نبود، اتفاقی بود توی همه جهان افتاد و جهان اسلام هم نمیتوانست از تأثیر آن خارج بماند. به هر حال این شد که اکنون شده است و ما هم اگر فکری میکنیم و طرحی میریزیم، فعلا در دل همین جهانی است که با این کیفیت وجود داره. آینده رو هم حقیقتا نمیتوان گمان زد. من نمیدانم، شاید یه روزی امت اسلامی دوباره سر برآورد، شاید یک روزی این تفرقهای جغرافیایی و سیاسی جای خودش رو به نوعی اتحاد و وحدت ببخشد. جهان اکنون هم که ما زندگی میکنیم پر از تلاطم‌های عجیب است که معلوم نیست که نهایتاً سر از کجا در خواهد آمد و خداوند چه تقدیری رو برای بشر مقدر کرده است. خب این یک امر که بیشتر از این من درباره سخن نگم، اما بسیار بیش از این میتوان سخن گفت. دقیقاً در کنار این و همراه این و ملازم با این و مقارن با این، اتفاق دیگری در دوران پسا روشنگری افتاد که نوبت گذشتن که ما اشاره کردم، الان هم اون رو دوباره یادآوری میکنم و اون این بود که مفهوم حق پدید آمد. ما هرچه درباره این هم بگیم باز کم است. واقعا من این رو عرض میکنم، کمتر دیدم، شاید هم بگم اصلا ندیدم که کسی به این نکته اشاره کرده باشه و اهمیتش رو کماه و حقه هم دریافته باشد و هم به دیگران نشان داده باشد. تمام آنچه که در باب دموکراسی گفته می شود، در باب ایندیویدوالیزم یعنی فردگرایی در جهان جدید گفته می شود، در باب لیبرالیزم گفته می شود، همه اینا از دل این مفهوم حق قابل استخراج است. یعنی شما کافیست به این نکته توجه کنید که جهان جدید یا انسان جدید انسان حق مدار است، یعنی به حقوق خود آگاه است و طلبکار حقوق خیشتن است و خود رو یک موجودی می داند که اولا و به ذات واجد یک رشته حقوق است، حقوقی که خود به خود دارد. با انسان بودن این حقوق می آید، از هیچ جای دیگری هم نمی آید. نه پادشاهی عطا می کند، نه فرماندهی، نه فقیهی، نه عالمی، هیچ کس. با نفس انسان بودن این حقوق برای آدمی ثابت است و تحقق یافته است. هیچ کس هم نمی تونه اون را از شما سلب بکند. همون که این الین رو رایت حقوق سلب ناشدنی گفته، به صرف اینکه شما انسانی و مادام که آدمی آدمی است، این حقوق با اوست و غیر قابل گرفتن است. نه قابل اعطا است، نه قابل سلب است. نه کسی به شما میدهد، نه کسی میتواند اون را از شما بگیرد. با شماست. خب درست مثل اینکه مادام که شما روی زمین زندگی میکنید یه وزنی دارید، این وزن رو خودتون دارید دیگه. نه اینو وزن رو کسی به شما داره کسی از شما، مگر اینکه شما کرتون رو عوض کنید برید یه جای دیگه و وزنتون رو عوض کنید. ماده بودن همراه با وزندار بودن دیگه، خود به خود با ما هست. هیچ کسی نیومده بگه ما این وزن رو به شما دادیم فردا هم بیاد از ما بگیر و من حالت بی‌وزنی پیدا کنم. این چنین چیزی نیست. حق یک چنین چیزیست. اینکه شما مثلا حق دفاع از خیشتن دارید، خب هیچ که نمیتونه به شما بگه که دیگه از این بعد هم چه حقی ندارید. مثلا نه، یه زندانی هم حتی حق دفاع از خود، یک متهم به قتل هم حق دفاع از خیشتن داره، هر که باشه و هر چه باشه. این که این حقوق چیه حالا محل بحث ما نیست، اما این که تفتن به این معنا و تثبیت این امر که آدمیان محقند، این از دستاوردهای روشنگری به این طرف است و نه این که مفهوم حق در گذشته نامفهوم یا نامعلوم بوده است، اما به هیچ وجه تأکیدی که امروزه روی اون میگذارند نیست، نبوده.
خب از ضمن این حقوق چیا در میاد؟ یکیش دموکراسی در میاد. ببینید دموکراسی یعنی حکومت کردن بر انسان‌های حق مدار. شما وقتی که خودتون رو واجد یک حقوق میدونید، من جمله حق انتخاب رهبر، حق انتخاب حاکم، حق رأی دادن، حق انتقاد حاکم، حق اعتراض و اینا، حق حرف زدن، حق داشتن روزنامه، حق انجمن داشتن و امثال اینا، اینا خود به خود یه فضایی رو پدید میاره که حکومتی که بر این فضا شکل میگیره حکومت دموکراتیکه. حکومت استبدادی نمیتواند این حقوق رو در خودش جا بده و به اونها حرمت بگذاره. حکومت استبدادی با انسان حق مدار ناسازگار است. انسان‌های ولی که همین که درک کنند و قبول کنند که واجد حقوقن، به استبداد رضایت نخواهند. حالا شخص مستبد ممکن اون رو سرکوب کنه، ولی پایه نظری وجود نخواهد داشت برای یک حکومت دموکراتیک. بنابراین این پالیتیکس آف رایتس، یعنی سیاست حق مدارانه که همون سیاست دموکراتیکه، این متعلق به دوران جدید است. همچنین لیبرالیزم. ببینید لیبرالیزم با ما همه شنیدیم و تصورات کم و بیش مبهمی هم از او داریم، و چون خب لیبرتی و اینا به معنای آزادی است، فکر میکنیم لیبرالیزم یعنی آزادی، یعنی آزادی خواهی، این دو چیز. اگر از بنده میپرسید، لیبرالیزم ترجمه درستش عبارت است از مکتب حق مداری. لیبرالیزم یعنی همین. البته لیبرتی یکی از حقوق آدمیان است که خب ما حق داریم آزاد باشیم و همون حقوقی که گفتم اصالتا داریم، و مکتب لیبرالیسم در حقیقت اقتصادش رو بر این بنا نهاده، سیاستش رو بر این بنا نهاده، اخلاقش رو بر این بنا نهاده و امثال اونها. این که لیبرالیسم در جهان جدید پدید آمده، با دموکراسی هم عنان است و با شهروندی و حقوق بشر، اینها به همین دلیل، اینا در حقیقت خویشاوندن، اینها از یک سرچشمه سیراب میشوند و همه هم متعلق به دوران پسا روشنگری. ما قبلا چنین مکتبی به نام مکتب حق مداری نداشتیم. در پولیتیکس آف رایتس، سیاست حقوق مدارانه، نداشتیم و امثال اینها. ولی من چنان که نوبت پیشین هم گفتم، قائل به گسست مطلق تاریخی نیستم. یعنی نمیگم که یه مرتبه ما از یه جو پریدیم، اون طرف جو همه خوشدار بود و کبیر بود، این طرف جو سبززار. نه، این طوری نیست. این تدریج در تاریخ بشریت وجود داشته، یه کانتینویتی هست، یک پیوستاریست تاریخ بشر. اما پاره از مفاهیم به تدریج رشد کرده، فربه شده، رو آمده و نظرها رو جلب کرده و جاگیر و پاگیر شده و به زندگی ما و حتی به ذهن ما شکل داده، اونچنان که امروز ما زندگی میکنیم. خب ناسیونالیزم رو که همراه بود با برآمدن دولت ملت ها هم اشاره کردم و گفتم، حق مداری رو اشاره کردم. یک مفهومی به نام هیومانیزم یا اومانیزم وجود داره که من دربارش بست کلام نمیدهم، ولی این رو باز عرض میکنم که اومانیزم هم با حق مداری نزدیکی بسیار دارد. اما خب چیزی فراختر و فراتر از اوست، این که آدمی معیار همه چیز است. آدمی معیار همه چیز است. این مفهوم اومانیزم، نمیگویم که این مفهوم مذهب رو به طور کامل به کنار زد و باعث فرو خفتن یا فرو مردن او شد، اما مکتب قویی بود که قد علم کرد و مکتب رو و مذهب رو به چالش واداشت. خب حالا میتونیم از پروتستانتیزم هم نام ببریم که متعلق به دوران پسا روشنگری است. پروتستانتیزم در حال در عالم مسیحیت تأثیر بسیار زیادی داشت. اهمیتش برای ما مسلمان ها و برای بحثی که ما اینجا میکنیم و
بحث گفتمان معاصر اسلامی این است که بیشتر متفکران اسلامی و رفورمیست ها از پروتستانتیزم تأثیر پذیرفتند، یعنی چه اونهایی که آشکارا و به صراحت پروتستانتیزم رو مورد تحسین قرار دادن، مورد استفاده و اقتدا قرار دادن، و چه اونها که نگفتن. برای اینکه دانشمندان و متفکران پروتستانت بودند که در حقیقت یک حرکت انتقادی نسبت به اندیشه های دینی مسیحی رو شکل دادن، اینا بودند که بازنگری کردن در مفهوم مسیح، در مفهوم توبه و بخشش گناهان و گناه اولیه و وساطت کلیسا بین انسان و خدا و بسی مفاهیم دیگه، تفسیر باز، تفسیر انجیل یا تورات و امثال اینها. خصوصا امروزه که این مطلب خیلی آشکار است، اما در خود مسیحیت هم این مطلب خب اهمیت بسیار داشت. یعنی یک شکافی در مسیحیت افتاد که ماندگار شد و اهمیت تاریخی و دینی بسیار زیادی پیدا کرد، و دنیای جدید هم با پدید آمدن لیبرالیسم و آزادی و حق دادن به انتقاد مذهبی اون رو پروبال داد و اجازه سرکوب شدن به اون نداد. نه به این آسانی که امروز میبینیم و فکر میکنیم. جنگ های مذهبی در اروپا زیاد بود و کشت و کشتار بسیار بود، و اون حادثه شب سنت بارتولومی که دیگه تاریخی شده است، در یک شب 30,000 پروتستان اینا کشتن و سر بریدن، قتل عامها صورت گرفت، تا اینکه رفته رفته مسیحیت و جهان غرب کلن به این نتیجه رسید که یک پلورالیزم دینی رو باید حاکم کنیم و جلوی نفرت مذهبی و کشتار دینی رو باید بگیریم و مفاهیمی رو به نام تولرانس و مدارا و غیره چنان تعریف کنیم که این صاحبان اندیشه های دینی مختلف بتوانند در کنار هم بنشینند. و از همین جا بود که تقریبا مفهوم سکولاریسم هم سر برآورد، گرچه که امروز متاسفانه این سکولاریسم دوباره دچار آفت شده، دچار انحراف شده، خودش بدل به دینی شده، نوعی سکولاریسم ستیزگر متولد شده است که با ادیان مخالفت میکنه و جا رو بر دینداران تنگ میکنه، با حجاب مثلا دخترا اینها مخالفت میکنه. یکی از ننگای عجیب جامعه اسلامی این است. من در استنفورد بودم 2 سال پیش، دختر آقای اردوغان نخست وزیر کشور اسلامی ترکیه اومده بود استنفورد تحصیل بکنه. چرا؟ برای اینکه اونجا حق داشت حجاب داشته باشه، ولی تو کشور خودش تو ترکیه حق نداشت. شما ببینید این سکولاریسم ستیزگر کارش به کجا رسیده. خیلی خوب، سکولاریسم دیگه آزاد بگذاریم دیگه، کسی میخواد با حجاب باشه، کسی نمیخواد با حجاب باشه. این که من یه بار در ترکیه بودم واقعا جگرم سوخت. در یه جلسه بودیم، یه دختر خانمی بود 18 ساله در جمع، از من سوال کرد، گفت من اگر برم دانشگاه باشه حجابمو بردارم و اگر بخوام حجابم رو نگه دارم نباید دانشگاه برم. شما فتواتون چیه؟ شما حکم واقعا شما به من میگید من جاهل بمونم، تو خونه بشینم، درس نخونم، دیگران از من پیش بیفتن، حجابم نگه دارم، یا این حکم واجب مذهبی رو از نظر زیر پا بگذارم و دانشگاه برم؟ شما بودید چی جوابش میدید؟ ببینید چه فضای دشواری و بی‌معنایی ایجاد کرده این سکولاریسم ستیزگر. این نیست که من عرض میکنم، چه چویس های سختی رو جلوی پای مردم و مسلمان ها و جوان ها گذاشته. این راه برم، اون راه برم، هر دو طرفش مشکل داره، هر دو طرفش هم مهمه برش. خب قرار نبود اینجوری باشه. قرار بود که وقتی که حکومت غیر دینی میشه، نه اینکه ضد دینی بشه، غیر دینی بشه، کاری به کار مردم نداشته باشه، مردم به آداب و اعمال دینی خودشون عمل کنن، نفرت هم نورزن، جنگ هم نکنن، یکدیگر رو هم نکشن، و همطور که ابتدا گفتم همه زیر چتر هویت واحد ملی درآیند و از حقوق مشابه و مساوی برخوردار باشن. نه اینکه بعضی ها واقعا جا رو بر خودشون تنگ بگیرن. اروپای امروز، آمریکا کمتر، حقیقتا به تدریج به سوی سکولاریسم ستیزگر پیش میره.
خورده خورده جا رو تنگ کردن. من بلژیک بودم، یک سخنرانی داشتم، بعد از سخنرانی که از اساتید اون دانشگاه خانومی بود آمده بود پیش من، واقعا بلژیکی بود خودش، به من میگفت من تعجب میکنم چرا مسلمان های بلژیک شورش نمی کنن. خب به قدری بی حرمتی و اهانت به این مسلمان ها میشه که اگه من جای اونها بودم به فریادی میزدم. در کشور اروپایی این اتفاقات داره میفته، فوق العاده قیافه های مهمی میگیرن، بسیار تحقیر میکنن، یک بهانه هایی هم جوالا دارند و اینا، ولی برا نبود اینطوری باشه و اول برا نبود به سوزن عاشقان، بعدا برا شد که به سوزن عاشقان. و خب و متاسفانه باید بگیم که یک رشته اموری که ابتدا شاید خیلی هم جذاب و جالب بود و انسانی بود، خورده خورده از محتوا داره تهی می شود و همون حرفی که فروید زد داره درست در میاد که تمدن انسان وحشی است که به بند کشیده شده است و اگر این بند پاره بشه همون وحشیت دوباره بیرون میزنه. و اینکه انسان تراز نوین پدید آمده که از درون و از بیخوبون عوض شده، یعنی یک فرد پارسای ظاهر بی اعتنای به دنیا، نه واقعا متاسفانه این اتفاق نیفتاده و ادیان همینجا هستن که خیلی میتونن به آدمیان کمک کنن، یعنی یک مانع درونی پدید بیاورن، یک قدرتی در دل آدمی بگذارن که به اون سبب آدمی درنده خویی نکنن، یعنی آدمی رو آدمی کنن، نه اینکه درندگانی رو به بند بکشن که به یکدیگر تجاوز نکنن. و همین که پلیس رو ندیدن و خاطرشون جمع شد که کسی اونها رو نمیدونه، اونگاه به تجاوز بپردازن. خب بگذاریم، عرض میشود که در مورد پروتستانتیزم رو گفتم. حادثه دیگری که برای جهان اسلام پدید آمد و متفکران مسلمان پس از اون حادثه و در دل اون حادثه به تفکر پرداختن، واقعه شوم استعمار بود. ما مسلمان ها این رو براتون بگم دوچار انحطاط شدیم، یعنی انحطاط ما این ناتوانی ما بود، اما به دلیل ناتوانی ما یه فضائلی هم پیدا کردیم، خب که من اسمشو میذارم فضیلت ناتوانی. قبلا هم درباره سخن گفتم، یکیش این بود ما استعمار نکردیم. خب حالا ممکنه اگه ما زورمون زیاد بود استعمار هم میکردیم، ولی بالاخره نکردیم دیگه. یعنی این لکه تو پرونده ما نیامد. ما بمب اتمی نساختیم، سر ژاپن هم نینداختیم، جنگ جهانی اول و دوم را ننداختیم، اسرائیل به وجود نیاوردیم، هولوکاست به وجود نیاوردیم، استعمار نکردیم، سلاح‌های شیمیایی نساختیم. ما نساختیم، یکی از اونا را ما کرده بودیم، ببین پوست بار می‌کردن. الان چند تا بمب منفجر میشه و چند تا مسلمان هم دیگر میکشن، پوست رسوایی ما رو بر بام تاریخ دارن می‌نوازن. خب بی‌انصافی هم میکنن، ولی همه اینا رو در واقع غربی ها کردن، سکولارا کردن، بیدینا کردن، نمیدونم متمدن ها کردن، غیر مسلمان ها کردن. anyway ما از یک نعمتی یا فضیلتی به نام ناتوانی برخوردار بودیم. باید هم خدا رو شکر بکنیم. خب چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم؟ ما زور مردم آزاری نداشتیم، شاید اگر داشتیم مردم آزاری میکردیم، اما از حسن اتفاق این رو نداشتیم. خب اینم کم چیزی نیست، به هر حال دامنمون پاکه و از این بابت خدا رو باید شکر بکنیم. ولی خب خیلی از کشورهای مسلمان استعمار شدن، امروزه رو به نام دوران پست کلونیال می نامن، فاین، و دوران استعمار گذشته است، اما یه روزگاری بود که استعمار خیلی جدی بود. در حال هندوستان مستعمره بود، از این شبت که اندونزی مستعمره هلندی ها بود و کشورهای افغانستان اینجاها همه شد زیر استعمار دولت‌های بزرگ قرار داشتن. و خود آلمان هم، من سمیناری بودم در آلمان دو سال پیش، یکی اتفاقا درباره همین کشورهای دیگر هم بود، راجع به بست دموکراسی در جهان بود اون سمینار،
یکی از اساتیدی که جزو سخنرانهای اونجا بود آمد و سخنش رو با این واقعه آغاز کرد. گفت همین الان که تو قطار می آمدم برای این که به این مجلس برسم، قطاری بود که گویا از اسن می آمد به دویسبورگ، سمینار در دویسبورگ بود. خب در آلمان اینطوری است که شما البته بلیط می‌خرید، ولی یک بازرسایی در قطار میان و گاهی رندوم چک می‌کنه. رفت و سراغ یه آقای از مسافران رو گفت بلیطت کن. تا گفت این سر در دلش، گفت من اهل آنگولام، شما آلمانا سالها آنگولا رو استعمار کرده، حالا از من بلیطم می‌خواید؟ اون چه که میگفت این بازرس گفت، این گفت نه نمیدم که نمیدم دیگه، ما نمیدونیم اون چه گذشت بین اونا. و این استاد همین رو تو اون سمینار مطرح کرد، گفت واقعا این مسئله ایست، اگر یک آنگولایی که ما سالها پدرانش رو استعمار کردیم، ذخایرشون و معادنشون رو غارت کردیم، اووردیم، خوردیم، این امروز به من بگه که ما پول یه بلیطتو نمیدم، ما حق داریم بگیریمش، یه بلیط مثلا یه یورویی، ما که میلیون ها یورو از اینا خوردیم، اصلا ما حق داره این رو بگه؟ ما این رو به لحاظ قضایی حقوقی چگونه باید بررسی کنیم؟ واقعیت نیست البته. حالا من با یکی از هندیای وقتی صحبت میکردم گفت ما سعی میکنیم دیگه دوران استعمار رو فراموش کنیم. واقعا استعمار سنگینی بود در هند و نمیدونم فیلم های اون موقع رو دیدید، این بریتیش ها وقتی اشاره به هندی ها میکردن ضمیر هیوشی بکنه میبردن، زمین ایت به کار می بردن برای آدم ها، در واقع به جایی که لیسن هیم بودن لیسن ایت، اینجوری اینا رو در اداد حیوانات به شما می بردن. و این استعمار فقط این نبود که ذخایرشون رو ببرند و معادنشون رو بدزدن یا اونجا تسلط نظامی پیدا کنن، واقعا به لحاظ انسانی اینها رو تحقیر میکردن. و درجه دو که هیچی، درجه دهم و بیستم. ما یه معلم پاکستانی داشتیم در دبیرستان، به ما انگلیسی یاد میداد، خب خیلی با انگلیسیش ها به هم دلیل همین سابقه استعمالشون بد بود. حکایت رو نقل میکرد، میگفت که گاندی وقتی که از هند رفت به انگلستان، همین که پاشو گذاشت رو خاک انگلستان، هی این برانور رو نگاه میکرد، این زمین رو نگاه میکرد، هوا رو نگاه میکرد، گفتن چیه چی شده؟ گفت من میخوام ببینم که این همه تلاش شما از هند رو آوردید تو انگلیس، چرا این دو فرو نرفته این جزیره؟ خب این چنین بود دیگه. ما دوران استعمار رو هم پشت سر گذاشتیم. البته ایرانی ها استعمار مستقیم نشدن، ولی خودتون میدونید که تمعی که روس ها داشتن در تمعی که انگلیس ها داشتن، بعدها خب این امریکایی ها که به اصطلاح میراثخوار استعمار بودن آمدن و به ظاهر خب برای استعمار نمی کردن، اما در واقع 60 هزار نظامی امریکا در ایران داشته بودن، دوران شاه در حتی یه لشکر بودن، اداره می کردن، فرمان می دادن و برای خودشون سلطنتی می کردن در اونجا. این که استعمار چرا پدید میاد، چگونه است که دولتی که خودشون رو متمدن میدانن، خودشون اجازه میدن که دیگران رو در این حد استعمار بکنن، این چیزیست که برای فکر اسلامی و فکر دینی مهم است. توجه میکنید قصه استعمار واقعا هیچ وقت سابقه نداره در جان. فکر نکنید اگر سلطان محمود غزنوی لشکریش به هند میگن، اینا غارت میکردن، غارت میکردن، آدم میکشتن و برمیگشتن. استعمار به معنایی که امروز ما میشناسیم، یه عده برن دوی خصوصون اونجا بیاندازن و همه رو دست نشانده بکنن، تمام ذخایر اونها رو برای خودشون مصادره بکنن و تئوری برای اونها بدن که ما انسانهای درجه چندم رو باید زیر فرمان و فرمانبردار و باربردار ما باشن، اینا چیزایی که در جهان جدید رخ داد. خب مسلمان‌ها در این دوران هم یعنی در این دوران هم زیر فضای خاصی زندگی می‌کردند که به اونها القا می‌کرد که درباره این مفهوم بیندیشند. آنچه که گفتم تقریبا جنبه عملی داشت، اتفاقاتی بود که در عالم خارج رخ داد. اجازه بدید چند تا چیز هم
که جنبه های نظری داره اینا رو هم بیان کنم و سخن امشب رو به پایان ببریم. ببینید، من از پروتستانتیسم گفتم، البته از ارزش های روشنگری، از سکولاریسم سخن گفتم و استعمار و غیره. بیایید که پاره مسائل نظری نگاه کنید. ما الان در دنیای زندگی میکنیم که فیلسوفان بزرگی آمدند و رفتند و جهان مدرن رو با افکار خودشون شکل دادند. این افکار برای عامه مردم محسوس نیست. عامه مردم خبر از کانت ندارن، یا حالا اسمش هم شنیده باشن نمیدونن فلسفش مثلا چه بوده، عمق فلسفش، یا هگل یا لایبنیتس مثلا، یا حتی مارکس که خب مشهورتر هست. ولی اینا حقیقتا فکر بشر مدرن رو شکل دادن، متفکران رو به دنبال خودشون کشاندن. یعنی جهان جدید، مخصوصا رفورمیستا و احیاگران دینی، اینا با افکار این فیلسوفان آشنا شدن و باید هم آشنا می شدن، چون اینها فکر دورانساز داشتن و جهان پیرامون خودشون رو به لحاظ معرفتی و نظری ساختن. از قضا بیشتر اینا هم از آلمان اومدن. واقعا آلمان کشوری است که بزرگترین فیلسوفان رو به دوران مدرن ارائه کرده است و ما فلسفه جدید رو در واقع از اونها می شناسیم. فرانسه داشته، انگلستان داشته، بعد کشورهای دیگه داشته، ولی هیچ کدوم به اندازه آلمان سهیم نبودن در این. و این هم یکی از نکات جالب تاریخ است. و حالا میخواید تحلیل نژادی بکنید، هر چی میخواید بکنید، اما واقعیتی است که غیر قابل انکاره و ما به چشم سر این رو میبینیم. یکی اینه، یعنی فلسفه است که این فیلسوفان با خودشون آوردن. در دوران جدید خب پوزیتیویسم بود که از اتریش و از آلمان برخاست و ما میبینیم خیلی از متفکران دینی در واقع گرایش به پوزیتیویسم پیدا کردن. مارکسیسم بود که این فوق العاده مهم، یعنی ما واقعا تو دوران پسا مارکسی زندگی میکنیم. مارکس میشود خب نقش خودش رو بر همه جهان زد، تفکر همه رو به دنبال خودش کشان. حتی همین امروز هم که گفته می شود که مارکس، مارکسیسم دچار ضعف و فتور و انحلال شده، ولی زنده است، به قوت زنده است. فرویدیزم همینطور. اینا کسانی بودند که هر کدومشون یک لگدی زدند به یکی از کهن‌ترین و استوارترین اندیشه های بشری که قرنها بر آدمیان حاکمیت داشت. و داروین همینطور. چند تا دانشمند نام‌آور، ما که اینجا الان نشستیم بدانیم و ندانیم ما پست داروینیانیم، پست مارکسیست، یعنی در جهانی تنفس میکنیم که مارکس و داروین و فروید و کانت و هیوم به لحاظ نظری این جهان رو ساختن. شما امروز در کشورهای اروپایی تو هر کتابخونه که سر بزنید، من وقتی رفته بودم تو پاریس به کتابخونه، کتاب همه این دانشمندان، بسیاری از اونا که خب من نام نبردم اونجا بود، با خودم فکر میکردم، میگفتم دانشجو کتابخانه هوشمند فرانسوی خب اینا رو میخونه دیگه، بالاخره اینا ذهنشون. مقایسه میکردم. من در ایران هم که بودم خب هم دانشگاه رفتم، هم توی مدرسه های طلبگی رفتم، که این طلبه ها مثلا توی این اتاقاشون چه کتابایی چیدن توی تاخچه شد، یا مثلا دانشجوی ما چه کتابایی چیده. خیلی راحت شما میتونید مقایسه بکنید که این ذهنیت چگونه ساخته میشود، اون ذهنیت چگونه ساخته میشود، اینا در چه دنیای زندگی میکنن، اونا در چه دنیای. اما کسانی که فراموش نکنید عمومه کسانی که گفتمان اسلامی معاصر ساختن، اینا به غرب سر زده بودند. تقریبا بلا استثناء این چنین بود است. چه از
سید جمال اسدآبادی بگیرید که رفت ترکیه و رفت مصر و رفت فرانسه مدت ها ماند، شاگردش محمد عبدو که با او در فرانسه مدت ها بود، و چه کسانی که بعد از اونها اومدن، علت خصوص در همین ایران خودمون، مثلا آقای شریعتی رو بگیرید، آقای بازرگان رو بگیرید، آقای شبستری رو بگیرید که 9 سال امام مسجد هامبورگ بود. اینا رو کم نگیرید، دست کم نگیرید. اینایی که تنشون به آب اندیشه های مغرب زمین خیس شد، آشنایی با این تفکر مدرن پیدا کردن، و بعد وقتی که بازگشتن اون وقت منشأ آثاری شدن، یعنی فکر رفرمیستی و احیا در اینها زنده شد. خب برای اینکه خلاصه کنم، فرصتمون هم منقضی شده است. دوران پساروشنگری با چندین مؤلفه مشخص می شود. هیچ کدوم اینا ذاتی این دوران نیست، ولی همه اینها اهمیت خودشونو دارن و نقششون رو، نقش ناستردنیشون رو بر زندگی ما و بر تفکر ما مسلمان ها و غیر مسلمان ها نهاده اند. از ابتدا که شروع بکنیم، یعنی پدید آمدن نیشن استیت، پدید آمدن مفهوم شهروندی، دموکراسی، لیبرالیسم، استعمار که همراه با او پدید آمد، از زائده های شون بود، و حق مداری که از مهمترین تحولات بود، ناسیونالیسم که اشاره کردم، سکولاریسم، پدید آمدن علم و البته صنعت، تکنولوژی، اینها رو به هیچ وجه نباید نادیده گرفت، زندگی رو شکل دادن. سرمایه داری که یکی از مهمترین اتفاقاتی بود که در جهان افتاد. قبل از اون خب ما پولداری داشتیم، بنا داشتیم، توانگری داشتیم، اما توانگری به هیچ وجه به معنای سرمایه‌داری مدرن نبود. سرمایه‌داری که از قرن 18 پا گرفت و تحولات بسیار پدید آورد. بعد ما پوزیتیویسم رو داشتیم، مارکس رو داشتیم، داروین داشتیم، فروید داشتیم و امثال اینها. ما الان که نشسته ایم در اینجا، میراث بر و میراثخوار همه اینها هستیم. به نحوی در ما تأثیر گذاشتن، جسم ما رو ساختن، هویت ما رو ساختن، وطن ما رو ساختن، فکر و معرفت ما رو ساختن، بر دین ما هم اینا تأثیر گذاشتن بدون تردید. که این در واقع حرف اصلی من است که در جلسات بعدی خواهم گفت. اینا چه تأثیری تو دین ما، تو دینداری ما، تو دین شناسی ما نهادن؟ و متفکران مسلمان که به دنبال بازنگری در دین و ریفرم در دین استادن و در این فضایی که ترسیم کردن زندگی می کردن، از این فضا چه تأثیری پذیرفتن و چگونه خواستن که در این فضا دوباره دین رو به صحنه بیاورند، باز آموزی کنند، و بنابر اون نظریه قبض و بست که نوبت پیشین گفتم، چگونه اون رو متلائم و متناسب با این جهان جدید، این منظومه تازه و این مؤلفه های تازه بکنن. این سخنیست که دو نوبت آینده انشاءالله به او خواهیم پرداخت. و سلام علیکم. در مورد تفکر دولت مدرن که در اروپا وجود آورد و فرمودید که در بقیه کشورها هم به خاطر مسئله پاسپورت و در حال حق عمومی و اینها در واقع وجود داشت، که در این دوران هست، در دوران جدید هست که مثلا مسیحی مسلمان چه در کریستندوم چه در دارالاسلام هم میتونن کنار هم زندگی کنن، از حقوق شهروندی برخوردار شن. سوال من این هست که ما در ایران، در اسلام مثلا در اون مشهور بود مثلا کوروش به این مسئله اشاره کرده و ما در همون دوران تمام ادیان مثلا حقوق در واقع فکر شد که کوروش مطرح کرد به همون دوم مذهب بود، به صورت اینکه تمام مذاهب باید بتونن مذاهب خودشون رو نگه دارن و کنار هم باشن. بعد در یک مسئله دیگه که در دولت ملت هست، همین زندگی کردن با گذشته واحد، با زبان واحد، با فرهنگ واحد، با اینها هست که جزء تعریف دولت ملت هست و ما این رو هم داشتیم در گذشته. حالا
بعد از اینکه خلافت به قول شما به وجود آمد که اون نویسنده مصری هم اصلا مطرح کرد که خلافتش شاید هم قدرت نداشته، ولی ما در ایران این رو داشتیم. در این حال در اروپا این دولت ملت واقعا مطرح بود، جوری که امپراتوریان تونستن پرینسیپالیتی داشته باشن، پرینسشون رو مثلا از اتریش برسن در اسپانیا و در اونجا جایی رو داشته باشن. شما ببینید که این مفهوم دولت ملت که علوم اجتماعی خونده های ما که در اروپا این رو خوندن کمدن این رو خیلی بزرگ کردن، فکر می‌کنم که چیزهای حدی ما خودمون داشتیم قبلا و در اروپا این نه، من فکر نمی کنم. ببینید من اون منصور فروت این دربارش مبالغه زیاد شده، حتی در ترجمه اون هم اشتباهات رخ داده، هم اختلافات نظر وجود داره و باری هرچه که بوده اون چه که ما امروز تحت عنوان شهروندی و حقوقش می شناسیم و یا تولرانس مذهبی به معنای وسیع کلمه، بله البته فروت این رو گفته بوده. در خود اسلام هم برحالالا بعدها این که حالا مشرکین به کنار، اما این که اهل کتاب میتونن با تولرانس در کنار هم زندگی بکنن و به جان هم تعرض نکنن و شهروندان یک امت باشن، اینا وجود داشته. ولی نه، واقعش اینه که کشور همون فتوحات سلطان بود. یعنی کوروش هرچی را هم بیشتر پرک میکرد مینداخت سر کشور، این که مرز معینی وجود داشته باشه، برای اینکه اصلا جامعه بین الملل نبود، خیلی چیزها نبود. اصلا ما امروزه یه مشابهت هایی رو که در گذشته میبینیم نباید چنان تفسیر کنیم که گویی اون مفاهیم هم وجود داشته. نه، مفاهیمش وجود نداشته، ولی یه پادشاهی بیشتر اهل عدالت بوده، اهل مدارا بوده، قدری هوای رعایای خودش رو بیشتر داشته، یه وقت هم نداشته. راوین سعدی در میان ما همیشه اینجا عرض کردن پادشاهان رو دعوت به عدالت میکنه، همیشه میگه که با رعایای خودتون به عدالت رفتار بکنید. چیزی حتی نمیگه حکومت دینی هم نمیگه، میگه حکومت عادله. توجه کرد شهی که پاس رعیت نگاه میدارد حلال باد خراجش، که مزد چوپانی است، وگر نه رعای خلقه از زهرمارش باد، که هر چه میخورد او جزیت مسلمان است. در واقع میگوید که مثل چوپان باید به فکر گله خودش باشه. خب چوپان این گله رو لازم داره، این رمه رو لازم داره و نباید که بنا ظلم بده، نباید که موجب اطلاف و هلاکت اونها بشه. یه همچه چیزی عرض کردم بسته به این بوده که پادشاهی حاکمی عادل‌تر باشه، نرم خوتر باشه و انسان نوازتر باشه، یا ظالم باشه و زورگو باشه و بیش از این که به مردمش بیاندیشه به بسط و توسعه فتوحاتش. مثلا اسکندر خودی که از اینا بود دیگه، بالاخره یا نادرشاه خود ما که اینا به هر حال دیگه توی خطا نبودن و نادرشاه اتفاقا از آدمایی بود که معتقد بود که شیعه و سنی نباید با هم دعوا داشته باشن و خودش هم شاید احتمالاً به تسنن متمایل تر بود، ولی اینا هیچ کدوم معنیشی نبود که آدم اهل مداراست، هیچ کدوم معنیشی نبود که آدم عادل بود. بسیار هم آدم کش و آدم خار بود، متاسفانه در پایان عمرش هم که بدرفتاری هایی کرد که دیگه نامش به ننگ آلوده شد. ای دکتر، من یه سوالی از خدمتتون داشتم در رابطه با اینکه بعد از انقلاب یه چیزی توی ایران موج شد که مثلا فرض کنید مفاهیم حقوق بشری یا حقوق بشر، من یه اسلامی آخرش اضافه می‌شد، من حقوق بشر اسلامی. حالا اگه ما بخوایم منصفانه به قضیه نگاه بکنیم از دید یک آدم بی‌طرف، آیا اصولا مفاهیم حقوق بشری جهانی که مورد اتفاق همه جهانیان هست با اسلام اصلا اصولا همسویی داره یا نه؟ یعنی اون مفاهیم حقوق بشری در اسلام واقعا دیده میشه؟ آره، این البته جای بحث خیلی مفصلی داره. من پاسخم به شما اینه که آری و نه. اجازه بدید خیلی به اختصار بگم.
این منشور حقوق بشر در 1948 بعد از جنگ جهانی دوم نوشته شد، اما اصولش در واقع هم در انقلاب آمریکا وجود داشت و هم در انقلاب فرانسه. در اونجاها چیزهایی که بسیار نزدیک به منشور حقوق بشر بود مطرح بود و مورد عمل بود، گرچه که صراحت کافی نداشت و حتی از اینکه او رو به مدلولاتش و به مصادیقش اپلای کنن اینها باک داشتن. از حقوق بشر سخن میگفتن ولی در فرانسه میترسیدن که پروتستان ها هم مثلا مشمولش بشن که باید هم میشدن. اینی که خورده خورده تا نیمه اول قرن بیستم بود که به زنها حق رأی دادن، در حالی که تئوریش رو دو قرن قبل اینا گذاشته بودن، اما در عمل جرأت اجرای این رو نداشتن. توجه میکنید در همین انقلاب آمریکا که باز همین حقوق بشر هم همون ابتدا مطرح بود، اگر شما پروسیدینگ اون گفتگوهایی که تو مجلس آمریکا صورت میگرفت بخوانید، یه دی اعلام ترس میکردن، میگفتن با این چیزی که ما داریم مینویسیم پس فردا ممکنه یه مسلمان بیاد رئیس جمهور آمریکا بشه. و اون فاندینگ فادر و بنیانگذاران اینو میفهمیدن، جامعه اون روز آمریکا تا امروز هم اینو نمیپذیرن، رأی نمیدن بهش، ولی اون روز اینا دندون رو که گرد گذاشتن گفتن بله ما میدونیم که به اونجا منتهی میشه، ولی به هر حال همینه، ما نمیتونیم این رو مقید به یه قیودی بکنیم، وقتی در اون صورت دیگه همه چیز از میان خواهد رفت. اما عملی شدنش رو همین امروز هم به عقب افتاده، یعنی خود به خود جامعه فعلا این آمادگی رو نداره. ببینید حقوق بشر 1948 نوشته شد، این درفت پایانیش که الان هست که خب وقتی منزلم است. نکته ای رو که من جاهای دیگه هم گفتم اینجا میخوام عرض بکنم، ژاک ماریتن یک فیلسوف فرانسوی، ایشون جزو کسانی بود که جزو نویسندگان این درفت بود، این به اصطلاح پیشنویس قانون بشر است. خودش در یکی از نوشته‌هاش آورده میگوید ما که دور هم جمع افراد زیاد بودن از ملیت‌های مختلف که این پیشنویس حقوق بشر رو فراهم کنیم، هیچ کدوم ما از همدیگه نپرسیدیم و نخواستیم که بپرسیم که چرا و به چه دلیل بشر محترم است، چرا حقوقی داره. ما اینو از هم نپرسیدیم، همه اتفاق کردیم که حقوقی داره، اما اینکه چرا حقوق، این از کجا میاد؟ مبدأ دیگنیتی، شرافت، ارجمندی انسان کجاست؟ ما اینجا مورد سوال قرار نداریم، چون میدونستیم اگر این سوال رو مطرح کنیم اختلافات چنان بالا میگیره که نمیتونیم ما به نتیجه برسیم. ببینید یه نفری که داروینیسته، این هیچ توجیهی برای کرامت انسان نداره. آدم یکی وقتی میمون بوده و قبل از اونم کرم بوده و ویروس بوده چی بوده، حالا به تصادف اومده و بالاخره یه دست و پا و چشم و گوشی پیدا کرده و آدم شده و هیچ کرامتی برای این نمیشه تعریف کرد. توجه میکنه به تصادف اومده و به تصادف از دنیا خب آمد، مگسی پدید و ناپیدا شد، اما حرفی که خیام میزنه قبل از تئوری داره آمد شدن تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. خب واقعا خب اون موقع دیگه تئوری داروی 1948 که اصلا به بار نشسته، اگر اینا میخواد، یا مثلا اگر یک کسی پیرو بودیزم بود، یک کسی مسیحی بود، یک کسی فرض کنید کمونیست بود، اینا به قدری مبانیشون با هم متفاوت بود نمیتونستن اتفاق کنن بر چرایی کرامت انسان. چرا ما با حیوانا فرق داریم؟ چرا تو داروینیسم ما که حیوانی میگه فرقی نمیکنه؟ چرا برتر از دیگر حیواناتیم که حق داریم دیگر حیوانات رو بکشیم، قربانی کنیم، خودمون بخوریم؟ خب برای چی؟ کی به ما این حق داده؟ اگر شما دنبال اینا رو بگیرید واقعا تو مکتب مادی به جای نمیرسید. ولی من الان در مقام بیان اون نکته نیستم. ژاک ماریتن میگه ما از هم نپرسیدیم چرا آدمی کرامت داره، همه قبول کردیم که داره، گفتیم سر این اتفاق کنیم دیگه، قراردادی
حرفشو نمیزنیم، بیان بشینیم ببینیم چه حقوقی داریم. از اینجا به بعد بود که نشستیم و نوشتیم و به نتیجه رسید و همه هم پذیرفتن. مخاطبش هم البته دولت ها هستن دیگه، اون درخت حقوق بشر. خب اگر سوال شما رو من از این چشم انداز بخوام جواب بدم، چرا حقوق بشر اسلامی معنی داره؟ برای اینکه ادیان به گمان من بزرگترین منبع کرامت انسانی هست. یعنی شما فقط با وصل آدم به خدا، با تکیه دادنش به اوست که میتونید بگید این موجودم ارجمنده، شریفه، با کرامته، و الا یه تکه خاک مثل بقیه چیزای این عالم فرقی نداره. ما خیلی هم نباید به خودمون ببالیم دیگه، مثلا ما از کامپیوترها مهمتریم. واقعا کامپیوترها که از مغز ما بهتر کار میکنن، در خیلی جاها که انصافش بهتر کار میکنن. اینه که به این معنا حقوق بشر تکیهگاهی پیدا میکنن که اون تکیهگاه کرامت انسانیست، و اون کرامت انسانی تکیهگاهش این است که آدمی یه قطره‌ای از اون دریاست، توجه میکنید، و اون کرامت و قداستی که در اون دریاست به این قطره هم منتقل میشه. این نکته است. اما نکته دوم این که اون بندهایی که در این اعلامیه حقوق بشر نوشته شده است، مثلا یکیش آزادی انتخاب دینه، فیلم مثلا، نه این اسلامی نیست. یعنی این از اونجاهایی است که با فقه اسلامی نیست، منظورم با فقه موجود اسلامی سازگاری نداره. توش هست که جان انسان شریفه، خون کسی رو بی‌جهت نباید ریخت، خب بله این با فقه اسلامی هم باید. توش هست که تا کسی ثابت نشده که مجرمه بری است، یعنی اصل براءت، خب این توی فقه اسلامی هم از اصول خیلی مهمه. اینکه شما حق انتخاب شغل دارید، حق انتخاب همسر دارید، اینا هست. اما پاره از اینا قیود هم داره، یعنی یک مسلمان هر شغل رو نمیتونه انتخاب بکنه، درسته؟ حالا یا اخلاقا و یا به لحاظ فقهی، شما میدونید دیگه توی بودیسم هم مثلا حالا فقه ندارن ولی به لحاظ اخلاقی میگن که یک بودایی نباید گوشت فروش باشه، نباید جانور فروش باشه، نباید اسلحه فروش باشه، یه چند تا چیزای دیگه. بالاخره حالا به صورت فقهی الزام نمی کنن، اما میخوان از یک آدم بودایی ملتزم که این شغلا رو انتخاب نکنه. در اسلام هم مثلا همینطوره، به لحاظ اخلاقی میگن که برده فروشی خوب نیست، گرچه که جایزه بوده، یعنی اما شغل خوبی نیست، کفن فروشی شغل خوبی نیست، قصابی شغل خوبی نیست، از اینها منع شده، منع اخلاقی شده. باری انتخاب همسر فی المثل، خب یک زن مسلمان نمیتونه که همسر غیر مسلمان داشته باشه. در جهان جدید البته این معناها نیست، این مرزها برداشته. البته یک مرد مسلمان میتونه یک همسر غیر مسلمان داشته باشه، مشروط به اینکه اهل کتاب باشه، ولی از مثلا کمونیستا نمیشه. ولی از خلاصش میخوام بگم یک قیود اینجاها وجود داره. ولی مثلا این که شما حق انتخاب دین دارید، این یکی از اون جاهاییست که خب خیلی اهمیت داره به لحاظ اسلامی. در فقه اسلامی چه شیعه و چه سنی، فقه کلاسیک گفته می شود که شخص مسلمان حق تغییر دین نداره، و اگرم بخواد باید یواشکی، اما اگر بیاد و اعلام بکنه که مثلا من تا امروز مسلمان بودم دیگه، حالا می خواهم برم یهودی بشم یا اصلا می خواهم بیدین بشم، اگه این رو بگه خلاصه با جان خودش داره بازی می کنه. یعنی اگر حکومت یا مثلا پاره از کارهایی که به اصطلاح آزادیشم، آزادی بیان شمرده میشه، خب در یه حدیش بله مقبوله، اما از یه جای به بعد نه. مثلا شما حق ندارید پیامبر اسلام رو تمسخر بکنید، طعن بزنید، دشنام بدید و امثال اینها. خب این حکم صاحب النبیه و حکمش هم قتله، اعدامه. آقای خمینی خب بر همین مبنا سلمان رشدی رو محکوم کردید. آیت الله فاضل لنکرانی یک نویسنده آذربایجانی رو به همین دلیل محکوم به ارتداد و قتل کرد که رفتن و کشتنشن. توجه میکنید به هر حال سب نبی، یعنی ناسزا گفتن به پیامبر، از موارد آزادی بیان نیست و امثال اینها. لذا به این معنا اگر بخوایم چیز کنیم، داوری کنیم،
مبنای حقوق بشر که کرامت انسانی است، خیلی هم مبنای مهمی است، اون از طریق ایمان و معنویت و توحید تأمین میشه و از جای دیگه تأمین نمیشه. اما بندهای مختلف اعلامیه حقوق بشر پارهش با موازین اسلامی، یعنی با فقه کلاسیک سازگار، بر پاره‌های مهمیش، پاره‌هایش هم نه سازگار نیست. به همین دلیل هم هست که الان مثلا کشورهای اسلامی یا ایران، اینا که توی مجامع بین‌المللی مربوط به حقوق بشر شرکت میکنن، اینا به قول خودشون رو بعضی از چیزا رزرویشن میگذارن، یعنی و چون این شرکت کنندگان ما توی مجامع بین‌المللی هم بعضیشون اصلا ما عرب‌های معاولی بودن که بیرون اومدن، این رزرویشن رو ترجمه میکنن تحفظ. من دیدم بعضی از ایرانی‌ها ما رو درک نمی‌کنن، اونا رو این مطلب تحفظ داریم، میگن منظور شما چیه تحفظ داریم؟ خب بگیم ملاحظه داریم، بگیم مثلا به هر حال این تحفظ می‌ذارن روی اینا به دلیل همون عدم سازگاری با فقه کلاسیک اسلامی. سال اول در مورد من فکر کنم تو شما حداقل دو معنا از لیبرالیسم وجود داره. یه معناش تقریبا هم معادل روشنگریه، معادل مدرنیته. یه معناش البته یه مکتب فلسفی سیاسیه که مثلا بدیلش سوسیالیسم. تصور میکنم تو این سخنرانی شما بیشتر معنای اول از لیبرالیسم مد نظر، یعنی وقتی که مثلا معادل حق مداری گرفتید، آزادی مداری گرفتید، از طرف دیگه اومانیسم رو معادل حق مداری گرفتید، تمایز بین لیبرالیسم با اومانیسم قائل نشدید. این سال اول هم بود به اجمال مطرح میکنم بگردم به چند سال شما. سال دوم هم این هست که دو تا معنا از حساب به نظر من توی این سخنرانی برجسته بود. یکی این که وقتی مثلا یک پسما و شنگری هم که دیشتر هم یکی از شکر کنند کنم گفت منظورتون همه جریانه هایی هست که پس از روشنگری ببینید اومده، ولی وقتی میگید پسا استعماری یعنی گوی ما از استعمار گذشتی، در حالی تو زبان فارسی رد بر اینه که وقتی میگید پسا یعنی گذشتن، یعنی میگید پسا مدل نیست، یعنی ما از مدرنیست گذ... یعنی به پسا مدرن ها کفایی میگید که از مدرنیست گذشتن. این دو تا بله، حالا این ابهامی در کلمه پسا هست که خب ترجمه پست دیگه، مثلا پست کلونیالیسم، پست مدرنیسم، این پست هم که تعبیر لاتینی همون کلمه پشته، پشت فارسی خود ماست. بنابراین اگر به من میگفتن مثلا پسا روشنگری، من میگفتم پشت روشنگری، یعنی پشت سرش خلاصش بعد از او. و این هستش که نه، منظور من نبود که ما از روشنگری گذشتیم، عبور کردیم و دیگه پایان پذیرفته. پس استعماری، آره، این بالاخص در مورد استعمار الان این رو به کار میبرن، پست کلونیالیسم، یعنی دیگه دوران استعمار سپری شده است. اما اون نکته اولیتون راجع به لیبرالیسم، ببینید من فکر میکنم که اون وقتی من، یعنی در نوشتار من که تفکیکاتی هست، من البته خب تقسیم کردم لیبرالیسم سیاسی، لیبرالیسم اقتصادی، لیبرالیسم معرفتی، در همون سخنرانی من دانشکده حقوق بود که بعدا نوشتن. خب من فکر میکنم اینا، حالا فکر میکنم با مفهوم حق همه اینا قابل توضیحه، یعنی لیبرالیسم اقتصادی هم با حق سرمایه، لیبرالیسم سیاسی هم با حق شهروندی، لیبرالیسم معرفتی هم با حق خطا و حق شک کردن و اینها، همه اینا قابل جمعه. اومانیسم، من با شما موافقم، اومانیسم 100% نمیپوشونه لیبرالیسم، و لیبرالیسم هم اومانیسم، چون اومانیسم تو سوسیالیسم هم هست، اومانیسم تو کمونیسم هم هست، یعنی اونجایی که حتی شما اقتصادن از اونها جدا میشید، ممکنه معرفتن جدا نشید، سیاستن جدا میشید. اما حقیقتش این است که ما عمق اومانیسم رو اگر بگیریم، به نظر من مقدار زیادیش با حق مداری قابل تبیینه، کمیش که بیرون میمونه وقت باید این لحاف رو یه جوری دیگه کشید. احمداری تو سوسیالیسم نیست؟ والا ببینید، آها، این یک نکته خیلی مهمی است. من این رو در نوشته هام نیاوردم، ولی اینجا الان خدمت شما میگم. شما با اون تفکیک که آیسا برلین آشنا هستید که لیبرالیسم به صورت لیبرتی یا آزادی منفی داریم، آزادی مثبت داریم. لیبرالیسم تقریبا آزادی منفی، سوسیالیسم یه جور آزادی مثبته، یعنی به این دلیل از یه جهت اینا به هم میخوره، از یه جهت نمیخوره. من دیگه حالا اینا رو اینجا بحث ندادم،
ولی لیبرالیسم در واقع آزادی منفی برلینیه که به معنای رفع موانع. این لیبرالیسم مینیمالیست که شما در لیبرالیسم دارید، که هرچی که مانع پیشرفت شما و حرکت شما و اراده شما ایناست، بعد از پیش پای شما برداشته بشه. ولی همونطور که برلین توضیح داده و تقریبا همه افرادی که پس از اومدن پست برلینی ها پذیرفتن حرفش رو و به گمان منم تفتن خیلی نیکویی بود، این که این کافی نیست و این همه آزادی رو توضیح نمیدهد. مثل این میمونه که من در اینجا بگم که کسی حرف نزنه. خب کسی حرف نزنه، خب کسی که حرف نزنه یعنی من میخوام حرف بزنم، کسی صدا نکنه تا، ولی فرض کنه همه هم ساکت شده، ولی من حرفی ندارم بزنم، وقت بعد چی میشه؟ آزادی منفی حاصله، مانعی پیش من نیست، اما آزادی مثبتی هم نیست. برای که خب بنده وقتی حرف نداشته باشم بزنم، همه هم ساکت بشینن، فایده حاصل نمیشه. از پیش پای شما مانع رو بر میدارن که شما یک کاری بکنید، اما وقتی شما کاری بلد نباشید بکنید، این آزادی مثبت حاصل نشد. سوسیالیست ها در واقع یه جور بهره برداری از آزادی مثبت کردن، و که خب دیگه حالا لیبرالیسم نامیده نمیشه، چون لیبرالیسم تقریبا کوینی بود و سکه‌ای بود که برای آزادی منفی زده شد، گرچه که اون موقع این تفکیک دقیقا هم مورد توجه نبود. پس هم شما این صحبتتون راجع به استعمار صحبت کردیم که این در اسلامی ها را به دلیل ضعف فضیلت معدم خوبی هست، ولی در فضیلت ضعف ولی ما در سر اسلام هم که ما نگاه میکنیم، هر جا که به مسلمان حمله کردن یا رفتن یا سیستردن که شده ای کاری تقسیم نشدن به گفتن دین خود نمیخوای نگه داریم، اسلام به اونی رو مالیات ببرد، این یه رو استعمال نبود. این یه دوم منم صحبتی که الان یکی از دوستان کردن در رابطه با این که اگه شما فرمودین در رابطه با حضرت محمد اگر نافذا بگن حکمش اعدامه، آیا در قرآن هم همچین چیزی وجود داره یا اینکه فقه داره میگه؟ چون در قرآن هم تاثری که از صحبت خود شما و آقای بازرگان من شنیدم و همچین چیزی بر خود نکردم، همه جا توصیه خداوند پیامبر بود که یا محمد شما کاری به این کارا نداشته باش، ما خود میدونیم چی کار کنیم، چون صبور باش. فقط اینجا من نمیستم. بله، در مورد بخش دوم سوالتون، نه در قرآن چنین چیزی وجود نداره، در قرآن سنگسار هم نیست، در قرآن حکم ارتداد هم نیست، این که مرتد رو باید کشت، اینا هم کنید که قرآن نیست، اینا همه تو فقه کلاسیکه، و فقه هم ما میدونیم چیزی این شکل پیدا کرده و هیچ حکمی، من این رو به طور کامل و به طور مطلق به شما عرض کنم، هیچ حکمی از احکام سفری نیست که اجتهاد پذیر و انعطاف پذیر نباشه. دو فرمودید، بنابراین حتی اگر هم در فقه هست که خب برای یه وقتی تا بود یه اسبابی داشته که آمده، ولی به هیچ وجه معناش نیست که دائمیست، عبدیست، مثل هست. ولی اما این که در قرآن نیست، نه البته در قرآن نیست، حکم سبت نبی نیست، حکم قتل مرتد در قرآن نیست و بسیاری چیزهای دیگری که در فقه وجود داره اما در قرآن نیست. منطقه فقیهان همشون میگن که خب نه، لازم نیست همه احکام تو قرآن باشه، قادری از احکام هم یا امامان شیعه گفتن یا از پیامبر به طریق روایت و حدیث به ما رسیده که باید عمل کنیم. من دایره بحث اینجا خیلی فراخ است. اما نکته اول، سوال اولتون راجع به این که مسلمان ها جایی رو فتح می‌کردن، ببینید چند تا مطلب اینجا بعد گفت. اولا خب کسی نمیتونه دفاع بکنه از هر کاری که اینا میکردن، وقتی آدم بودن و فرض میکردن و بالاخره انسان مخلوق است از قوه شهویه و غضبیه و منفعت پرست است و قدرت طلب است و خیلی از این دور چیزها، وقتی هم یکی رو ضعیف پیداست بکنه ممکنه زور بگه، نمیدونم چه بکنه. اما تا اونجایی که به اصل ماجرا برمیگرده، اولا مسلمان ها هیچ کسی رو تحمیل نمی‌کنم که مسلمان بشین، یعنی مسلمان شدن رو نمی‌خواستن ازش. تو خود ایران ما که اومدن 100 سال، بیش از 100 سال طول کشید تا ایرانی‌ها مسلمان بشن، توجه می‌کنم خیلی به تدریج این اتفاق افتاد.
ولی سابدیو میکردن، یعنی اونا رو تحت امر خودشون البته در می آوردن. با اهل کتاب رفتارشون بهترن بود کلا. میگفتن خب به دین خودتون میخواید بمونید بمانید. حتی ما نشانهایی داریم که مثلا کلیساهایی بوده که هنوز هم هست بعضیش که یک طرفش محراب کلیسه، طرفش محراب مسجده، یعنی این مسیحی ها مسلمان با هم مثلا نماز میکنن، عبادتشون رو میکردن، چنین اختلافاتی دست کم اون ابتداها نبود. اما اینکه گفتید که از اینا مالیات میخواستن، بله میخواستن، ببینید همه مسلمان ها مالیات میدادن، منطور مالیات ها اسمش فرق میکرد، مسلمان ها مالیاتشون اسمش زکات بود، مال غیر مسلمان ها اهل کتاب که زیر قیمومت حاکم مسلمی بودن اسمش چی بود؟ جزیه بود. این جزیه همی کلمه فارسی بود یزید که بله نه اصلا هیچ مقدار معینی نداره، مقدارش قرارداد است بین حاکم و اون اهل کتاب بسته میشه، کاملا متغیره، ممکنه خیلی کم بگیرن ازشون، ممکنه زیاد بگیرن ازشون، توجه میکنید هیچ مقدار معینی ما زکات کاملا مقدار معینی است، 1/25 مال و نصاب داره که حالا تو طلا و نقره است و دو حیوانات و امثال اینا، ولی جزیه هیچ مقدار معینی نداره و حاکم مسلمین تعیین میکنه و با کسانی که تحت امرش هستن. در حقیقت مالیاتی است که غیر مالیات غیر شهروندیه. اینو خلاصش اینجوری بگم، شما اینجا الان توی کانادا اگر شهروند باشید مالیاتتون یه مقداریه، برای بنده که مثلا اینجا مهاجر باشم فرق داره، بیشتره. تو آمریکا که اینطوریه، اونایی که شهروندن حدود مثلا 1/4 میدن، بنده 1/3 مثلا مالیات میدن، حالا ایناش مهم نیست، ولی این است که نام مالیات اینا جزیه بود. وقت شما نگاه کنید غیر مسلمان هایی که در دارالاسلام زندگی میکردن، اینا خوبی تکالیفی هم نداشتن، یعنی اگر جنگ میشد اینا تکلیف جنگ رفتن نداشتن، آره اینا معاف بودن، از اینکه سرباز بدن، از اینکه به جنگ برن، بالاخره یه تخفیفایی داشتن، یه تفاوتهایی بینشون میگذاشتن، نه به این معنا هیچ استعماری نبود، این کلمه استعمار اصلا اینجاها به کار نمیره، نه خیلی. و مالیات میدادن، مسلمان ها هم میدادن، زکات میدادن، اطلاقا سختگیری هم میکرد حکومت، میمدن اونان که نمیده اینجور نبود که بگن که مثل مالیات اینجا، یعنی میگرفتن ازشون، نه این که بگن که خب حالا مثلا رضای خدا دادیم دادیم ندادیم، اینجوری نبود، خب میگرفتن و یعنی قانون رو اجرا میکردن. شما شاکر به مثال متحری بودید، ایشون هم مثل دبیر مشخص بکنه از فرد تحصیل گرفته بودن، بله بله، ایشون دانشگاه شما کجور رو میخوندن که ایشون تحصیل نه؟ چرا ببینید آقای متحری، اتفاقا حالا قراره که من یه بار یک سخنرانی اینجا راجع به مرحوم متحری بکنم. چرا خیلی دست آقای متحری از مارکسیسم خیلی تاثیر داده بوده، خیلی هم مارکسیسم رو مطالعه میکنه، حالا درسته ایشان زبانهای خارجی لاتینی انگلیسی فرانسه اینا نمیدونست، خب به عربی که مطالعه میکرد، اما کتابهای فلسفی و غیر فلسفی غربی ها که به فارسی ترجمه شده بود اینا رو میخوند، از دیگر روحانیون خیلی بیشتر میخوند، علاقه داشت، اهل معرفت بود، میخواست ببین اینا چی میگن. و خب در دورانی که او بود مارکسیستا در ایران کر و فر بیشتری داشتند و آثارشون خیلی منتشر میشد و ایشان هم به لحاظ وظیفه دینی خودش رو مکلف میدید که اونا رو بخونه و به اصطلاح جوابشون رو بده. و در کنار اونها نه، شما به همین کتاب رادیکالیسم نگاه کنید، مثلا ایشون با کانت در پیچیده، سعی کرده که تئوری های او رو نقد بکنه، به نظر خودش البته اشتباهاتی هم داره خوب، و امثال اینها، بله تأثیر پذیرفته بود بدون تردید. و اتفاقا یکی از نکات خیلی خوبی که ایشون در رادیکالیسم اونجا نقل میکنه، میگوید که متدولوژی، روش شناسی یکی از بهترین هدیه هایی است که متفکران غربی به بشر دادن، و تا ما متدولوژی نداشته باشیم هم تو سرگردانیم، نمیدونیم چه میکنیم و از کجا شروع میکنیم کجا ختم میکنیم. و دوم هم این که ذهن شناسی، این نکته رو چند بار تکرار میکنیم، ما تا ذهن رو نشناسیم نمیتوانیم فلسفه داشته باشیم. خب این ذهن شناسی در حقیقت همون معرفت شناسی اپیستمولوژی است که دیگه با کانت شروع میشه، با هیوم شروع میشه،
و در قرن 19 20 رونق زیادی میگیره. آقای مطهری هم یه آشنایی هایی با اینا حاصل کرده بود و اگر بخت یاریش میکرد و اگر اطرافیانش کسانی بودند که میتوانستن به او کمک بیشتری بکنن، او تمایل خیلی بیشتری هم داشت. بعدم ایشون انگلستان آمده بود، من این کتاب خیلی خوبی بود که این مبانی کلاسیک جامعه شناسی اونتا دستم بود به انگلیسی بود که آقا این کتاب ها خوب ترجمه بشه، این مایل بود اینا رو بخواند و بداند و بسی چیزهای دیگری که انشاءالله خواهم بود. جنگ‌های افکار اومانیستی انسان نفری ما در ادبیات کلاسیک هم بکنم، من بکنم که داشتیم پس مولانا در دیوان شمس میگه تماشا مرا نک تماشا تو بی جهان و نهان و بیدار تو بی چه اینجا روی چه آنجا روی، که محصول از اینجا و از اینجا تو بی. یا مثلا پیادت شمس در موالاتشون میگن مبارک شمایل ایامی از اوشون مبارک شود. مثلا یه مثلا رگاه های اومانیستی هستش، حالا اون اومانیزمی که حالا اسمش حالا اومانیزمی داریم افکار مولانا بوده، یک مدار از یک اومانیزم دینی نشد میگرفته که حالا در کتاب مقدس داریم که انسان به صورت خدا ایمیج و کار را پیدا شده، در قرآن میگن که روح خدا در انسان دنیده شده. و از آن یک نظر میخوام بپرسم، میتونیم ما اومانیزم رو اینجا تقسیم کنیم، یا اومانیزم دینی اومانیزم مثلا دینی؟ بله، همین تقسیم که شما گفتید خیلی خوبه، گرچه من خودم خیلی با این تقسیم موافق نیستم. من با مرحوم محمد ارکونم موافق نبودم، ایشونم راجع به اسلامیک هیومانیسم صحبت میکرد و انسانه با قول عربا انسانه از کلمه انسان مصدر جعلی رو ساختن. او معتقد بود که مثلا کسانی مثل ابن مسکوی و اینا در همین راستای هیومانیسم اسلامی بودن. اینا ببینید، هیومانیسم خیلی قدیمیه، از یونان قدیم میاد و در دوران رنسانس این دوباره زنده شد، واقعا تا جلس و دیگه شد یکی از ارکان اندیشه روشنگری. هیومانیسم همونطور که من عرض کردم، الان اون شعر لاتین یا اون تعبیر لاتینش متاسفانه یادم نیست، که مفادش این است که انسان معیار همه چیز است، متر و معیار همه چیز است، خوبی رو و معرفت رو و هر چی رو که شما میخواید با انسان، بیرون از انسان هیچ معیاری وجود نداره. این اصل اندیشه هیومانیسم. تو آثار مارکس هم هست، میگه من هیومانیستم و هیچ چیز انسانی با من بیگانه نیست، من انسانم، هیچ چیز انسان. و اینم باز یه شعری نقل میکنه از یه شاعر لاتین که متاسفانه اون شعر من الان یادم نیست. باری هیومانیزم معنیش اینه، آدمی زیباست. شما این نقشه مجسمه هایی که از دوران رنسانس به این طرف مونده میبینید دیگه، مثلا مجسمه داوود مجسمه، چقدر اینها رو زیبا تصویر میکنن. آدمی به خودش باید مفتخر باشه، ما مهمیم، ما ارزمندیم، ما زیباییم، ما برتر از همگانیم. همون مفهوم اشرف مخلوقات که در واقع گفتن که ادیان گفتن و ادیان نگفتن، این روی تعبیر توی قرآن نیست، توی جای دیگه نیست، هیچ جا توی قرآن و تو اسلام گفته نشده انسان اشرف مخلوقاته، ولی هیومانیزم اینه اشرف مخلوقات، یعنی انسان اشرف مخلوقات، ما برتر از همه چیز و به خودمون، یعنی برپای خودمون ایستاده. این میشود هیومانیزم در همون اصل تولد و تکونش. به همین دلیل هم من فکر نمی کنم هیومانیسم دینی چیز درستی باشه، چون وقت معنیش این میشه که انسان قائم به ذاتی که قائم به ذات نیست. توجه میکنید اینی که خب در ادیان گفتن، در تورات هم شما گفتید ایماگو دئی، انسان ایماج خداوند است، بر صورت خدا آفریده شده، در روایات اسلامی هم هست انسان خلیفه خداست، همه چیز خودش رو از تکیه زدن به خدا کسب میکنه، نه از روی پای خود ایستادن. و هیومانیزم در واقع میگفت خدا جا رو بر انسان تنگ میکنه و برای اینکه انسان انسان کامل عیار باشه، خدا رو باید کنار بزنیم. توجه میکنید این نکته خیلی مهمی است که نباید فراموش کرد، ولی در تفکر دینی و معنوی گفته میشود که نه، خدا جا رو بر انسان تنگ نمیکنه، برای اینکه وقتی انسان الهی شد، در حقیقت همون بیکرانگی خدا رو هم پیدا میکنه. خب
دیگه همون شما مختصر لطفاً به عنوان سوال کوتاه بپرسید. چه صحبت کردیم خوب بود. نتیجه همون نظام اسلامی عثمانی نبوده که امروز نتیجه غلبه اندیشه فرانسوی بود بنابراین. اینا وقتی که خواستن قانون اساسی می‌نویسن از فرانسه گرفتن. و امروز این نکته ایست که همه میگن لایسیته فرانسوی در واقع منتقل شد به ترکیه. زمینش نه، خب آقای آتاتورک اومد و میخواست اونجا رو لایک بکنه، سکولار بکنه، دست کرد این و دست کرد اون و دید فعلا فرانسوی ها موادشون آماده تره و برداشت رو منتقل کرد دیگه. بله آیا حکومت آینده ایران هم به سم نمیره که یه سکر برای زشت جا کنید؟ گفت نیست در دانایی من شک و ریب لیک در مکتب نخوندم علم غیب بنده نمیدونم. امیدواریم نره، امیدواریم اینطوری نشه. خب ممنون از دیستان.